جمعه ها ساعت 21 و 30. گل نشد. ضربه سر استادانه چقدر خوبی ما. سلام، خیلی خوشحالیم که بخت دوباره یارمون بود، این فرصت بهمون دست داد که یک ساعت دیگه با برنامه رختکن مهمون خونهاتون باشیم. همونطور که قول داده بودیم یک پرسپولیسی عزیز به جمعمون اضافه شد، جناب آقای نادر محمدخانی، یکی از به نظر من کاریزماتیک ترین فوتبالیستایی که من در طول زندگی دیدم و یکی از رو فرم ترین پیشکسوتایی که در حال حاضر وجود داره. آقای نادر خیلی خوش اومدین. سلام علیکی اگر هست بفرمایید. منم سلام دارم خدمتتون، سلام دارم خدمت بیننده های عزیزتون. امیدوارم که در طول برنامه بتونیم کمک خوبی بکنیم به مردم عزیزمون بابت اینکه از دانسته‌های فوتبال بیشتری بهره‌مند بشن. حتما هستن. همین که الان دوستان شما رو جلوی دوربین ما میبینن مطمئنا خیلی خاطرات زنده میشه، از حالا راجبش خیلی صحبت میکنیم و دوستان خیلی هم اصرار داشتن، چون ما بیشتر استقلالی بودیم اینجا، اصرار داشتن پرسپولیس ما یک به قول معروف گل سرسبد، یکی از گل‌های سرسبد پرسپولیس رو بودیم. آقای غریب اتفاقا ببخشید میکنمتون، من خودم امروز اتفاقا با چی میگن دست پر اومدم بابت طرفداری از فرهاد مجیدی برای استقلالی ها. به به، خیلی دوست دارم که این پسر موفق بشه، چون در دوران فوتبالش چه در تیم بهمن که با هم هم بازی بودیم، حتی ایشون جوان‌تر بود، ولی واقعا بچه‌ای که لیاقتشو داره بزرگ بشه و خواهد شد. البته فقط بچه‌های طرفدارا حمایتش کنن. فکر کنم الان دیگه مقطعی شد، الان تو با این شرایطی که هست طرفدارا حمایت بکنن بیشتر از فرهاد مجیدی. آقای غریب شما چه خبر؟ من اول سلام میکنم بینندگان عزیز. بله نادر، خوش اومدی نادر جان. مرسی. بعد از سالها من نادر رو دیدم اینجا تو لندن، یه سری خاطرات تداعی شد و باز هم دست پر. یعنی ما هرچی برنامه ریزی میکنیم که یه چیزای خاص خودمونو بگیم، دقیقه 90 برنامه عوض میشه. امیدوارم بتونیم امشب هم مثل شبهای دیگه سعیمون اینه که راضی بکنیم. ما یه تبلیغ گذاشتیم چند ساعت پیش، توی هم تو تلویزیون پخش شد هم تو اینستاگرام پخش شد که خبر حضور شما رو دادیم. یه عکسی دست من رسید، به قول معروف از عکسای لو رفته است، ما میتونیم اینو ببینیم و شما به قول معروف رمزگشایی بکنید از این عکس که ببینین این عکس داستانش چیه. آقای غریب و آقای محمد خانی، مال کیه این عکس؟ ماره 27-8 سال پیش نادر، کیه؟ جام میز بودیم با تیم بهمن، سال 73 یا 74 1374. آره 6-7 سال پیش توی تیم بهمن. تیم بهمن که دیگه الان وجود نداره. آقای غریب به 35-6 سال پیش برمیگرده. آقای غریب از کسایی بودن که بچه های جوان و مشوق بودن که فعالیت بهتری بکنن، تو ورزش رشد بهتری داشته باشن و ازشون واقعا ممنونم. خواهش میکنم. نادر تو دادی این عکسو؟ من همون پس اون منابع خبری ما بالاخره داریم. بالاخره ملاق برمیگردی ما هم در حد توان خودمون. این کیه؟ ایمر ایمر الان یه سری عمر یه سری من آقای خاکپور رو میشناسم تو این عکس، فرهاد کاظمی استیلی مدیر روستا و خودشه. آها حالا اومد. من بله اینجا عکس حمید رو من دیدم الان. امیدوارم که با تیم امید و به عنوان سرمربی و زمانیه که واقعا ازش حمایت کنن. درسته خیلی مشکلات داشت، بازی تدارکاتی نداشت، نمیدونم امکانات، این مسائلی که قبلش به وجود اومد. امیدوارم که چون حمید واقعا آبروش رو گرو گذاشته الان، امیدوارم که موفق بشه، بچه‌های تیمم با تمام وجودشون بازی بکنن و انشالله که بتونن به المپیک راه پیدا بکنن. امیدواریم که بعد از چندین و چند سال ما به المپیک راه پیدا کنیم، به خاطر اینکه حیفه. دوست داریم. عمر محمد خاکپور، اسقر مدیر اگه اشتباه نکنم، قاسم عبدالصمدی که من شنیدم بیماره، سلام میکنم بهش همینجا اگر صدای ما رو میشنوه یه روزی یا تصویر ما رو میبینه، آرزوی سلامتی براش دارم. قاسم آقا یکی از زحمتکشای فوتبال، مسئول تدارکات اون موقع بود که الان مسئول تدارکات پرسپولیسه و شنیدم که بیمارستانه.
بله تیم خوبی بود. آرزوی سلامتی میکنیم براشون. من بگم ما امروز استثناءن چون آقا نادر اینجا به طور ویژه همراهمون هست، ما سوالمون رو تغییر دادیم. همیشه ما سوال میپرسیدیم از بیننده ها که مثلا راجع به موضوعی صحبت کنیم و امروز داریم بیننده ها از ما که نه البته از شما سوال بپرسن. اگر که دوستان هر سوالی از آقا نادر دارن، هر خاطره ای اگر میخوان به قول معروف یادآوری بکنن یا هر چیزی که از آقا نادر هست، میتونم با شماره 2044-126-493-2072 تماس بگیرن، روی خط برنامه بیان و ما در بخشای بعدی از تلفن‌ها استفاده میکنیم، خودتون مستقیما با آقا نادر صحبت میکنین و جواب آقا نادر بهتون میده زنده و مستقیم. این امکانش تا حالا هیچ وقت نبوده. دو یه بار دیگه شماره رو من بگم 2044-126-493-2072. ما این سوال رو توی اینستاگرام من و تو هم گذاشتیم تبلیغ کوتاه. خیلی یه سوال های من خیلی پرتکرار بود، من گفتم که به نمایندگی از اون دوستان خودم خیلی ریز بپرسم اینا رو. یکی این که خیلی تعجب کرده بودن که شما انگلیسین، چند وقته اینجا این؟ من از سال 2003 اومدم. از سال 2003، یعنی 17 سال تقریبا. ولی دوستان فکر کردن شما تازه اومدین. بچه‌ام اومدم که الانم طوری شده که بچه ها منو بیمونده گار کردن. الان پسرم اسپیشیالیست موتورهای هواپیماست، دخترم هم آرشیتکته. چه عالی. و خدا رو شکر میکنم چون میخواستم تو ایران کار بکنم، دوست داشتم کار بکنم، ولی متاسفانه به خاطر اون خصوص اخلاقی که داشتم رها کردم. یعنی دوست نداشتم به مردمم خیانت بکنم با دلالی و با کارهایی که الان میبینم. الان وضعیتی که هست همش به خاطر همین مسائله. اگه هر کس پای اصولش وای میساد این شرایط الان به وجود نمی اومد. من یه چیزی بهتون نشون بدم، یه چند ثانیه، ما الان تلفنامون در حال انفجاره. من یه پیش گفتم، من یه چیزی بگم راجب نادر تا قبل از اینکه ببینیم برنامه تلفن ها چی میشه. نادر یکی از بی‌حاشیه ترین فوتبالیستای اون موقع من یادمه، کاری به هیچی نداشت، زودتر از همه میومد سر تمرین، آخر از همه میرفت. همیشه حالا من میگم مشوق جوان ها بودم، ولی خود ایشون هم یه کسی بود که اون موقع خیلی جوان داشتیم. علی لطیفی بود اون موقع یادمه تو تیم، غیر از فرهاد مجیدی عزیز که من هم برای تیمش و استقلال آرزوی موفقیت میکنم، ساکت الهامی بود. بله. چند تا دیگه از این بازیکنایی ساکت الهامی امروز شو سرمربی تراکتور سازی. بله. همه اونا نادر، باور کنید نادر یه زمانی توی فوتبال اونها حتی با صحبتم تاثیرگذار بود، غیر از مربی اون موقع که فیروز کریمی بود. البته یه چیزی که هستش، نگاه کنین وقتی که شما بزرگای هر رشته‌ای رو وقتی که نابود میکنین، جوونا رشد نمیکنن. بذار اینجوری راحت‌تر بگم که بیننده ها متوجه بشن. نیا کنید وقتی که شما اصول رو رعایت نمیکنی، بزرگتر تیمتو نابود میکنی، خیلی کسا بودن. من به عنوان یه بازیکن جوون میگم خب بعد از فوتبالم میخوام بشم این شخصیت، میشم رئیس فدراسیون، میشم مربی، میشم گزارشگر تلویزیون، میشم هر چیزی که راجب ورزشه. متاسفانه شرایط رو به جایی رسوندن که شما تمام بزرگای فوتبالمون رو خونه نشین کردن. یه عده‌ای هم که هستن، حالا نمیخوام اسم ببرم، ولی ای کاش که نی بودن. مردم به نظر من بهترین قاضی هستن چون دارن شرایط رو لحظه به لحظه میبینن و قشنگ تشخیص میدن که کی با مردمه و کی روبروی مردم کی حالا راجب اینا میتونی بیشتر صحبت بکنی. آقا نادر زمانی که شما توی تیم، ما الان یه چیزی سردار آزمون چند روز پیش داشت میگفت توی یک برنامه‌ای راجب گنگی که داشتن برای اینکه آقای ویلموتسو به قول معروف کله کنن و از تیم بندازن بیرون. میخوام ببینم که زمان شما هم بود یا نبود، چی جوری بود. و گفته بود که اصلا نایب رئیس فدراسیون از ما پرسیده، توی جلسه بوده مثلا ویلموتس بوده و از ما پرسیده که ویلموتس خوبه یا نه، یعنی در حضور خودش. آیا در زمان شما هم این اتفاقا می افتاد؟ نه متاسفانه، متاسفانه از این بابت که الان این به خدا گریم میگیره که یعنی کار فوتبال ما به کجا رسیده. ما مربی داشتیم به نام پرویز دیداری، غذا خوردن با نمیدونم لباس پوشیدن ما کار داشت، مسائل فنی هم بود، نه اینکه نباشه، ولی البته به ما تربیت و
چجوری با مردم رفتار بکنیم، تو هتل چجوری رفتار بکنیم، کی بخندیم کی نخندیم، چقدر تعصب داشته باشیم به تیممون. شما بازیکن الان اومده داره مربی عوض میکنه، افسوس داره. گنگ نبود زمان شما تو تیم ملی؟ اصلا. واقعا؟ اصلا. این جام جهانی 98 اون تیم جذاب، به نظر من یکی از جذاب ترین تیم های ایران بود، یکی از بهترین تیم های ایران بود، با بهترین بازیکن ها به نظر من، هر کدومشون الان برای خودشون آیکون اون پست افتخار آفرینی ها کردن و الان به هر حال بیشترشون سر کارن، همین حمید استیلی، محمد خاکپور بود دیگه نیست و خیلی دیگه، حالا من اسم میبرم، علی دایی، خداداد عزیزی. بله این تیم، این ترکیب بازی با یوگسلاوی، پیرنش هم همون پشت سر شما هست، همون پیرنی که اونجا تنتون بوده، بازی که آقای سینیشا میهایلوویچ یه اسکایپ به ما زد، الان آقای میهایلوویچ مربی بولونیاس و سرطان خون هم داره متاسفانه، امیدواریم که یه گل بدی به ما زد. از این بازی بگو آقا نادر یه ذره برامون. ما این گروهی که قرار گرفتیم میگفتن گروه مرگ، یعنی ما رو به عنوان ضعیف‌ترین تیم گروه به حساب آورده بودن، که وقتی ما بازی اول تموم شد، خود همین آقای میهایلوویچ و دو سه تا بازیکن دیگه شون با آقای بلازوویچ اومدن رختکن ما و کلی قدردانی کردن، آقای اویچ هم همراهشون اومده که شما اگه همینجور ادامه بدین حتما به دور بعد راه پیدا میکنین، که خوشبختانه حالا یا اون صحبت ها بود و زحمت های آقای جلال طالبی خیلی بچه ها رو دوباره به حالت اول برگردوندن و تونستیم بازی بعد رو ببریم. گفتی ایویچ، من یه چیزی یادم اومد، اگه بخوایم الان اون موقع ایویچ رو مقایسه بکنیم با فوتبال ملی ایران، حالا الان رو که میگم ویلموتس که الان نیست، هرچند که تیم ملی یه صحبتی بود قبل از برنامه، این فوتبال ورشکسته، اصلا ورزش ورشکسته، الان تیم ملی نه سرمربی داره، فدراسیون فوتبال نه رئیس داره، کلی بدهی هست، 1.5 میلیون خبر اومده پاداش تیم ملی اون موقع تو فیفا گم شده، از فیفا رسیده به اینها. یه مقایسه ای بکن کار اون موقع ایویچ با تیم ملی از نظر فنی، یه مقداری حالا صحبتی تو دمت گرمه، با الان بچه های تیم ملی الان و تیم ملی کل تیم ملی. آقای ایویچ چیزی که ازش سوال میکردن و ایراد ازش میگرفتن، خیلی مربی ها میان مصاحبه میکنن، میگفت صبر بکنین تا نتیجهشو ببینی. من به عنوان یه بازیکنی که واقعا بهش اعتقاد پیدا کردم، شاید بگم رایکوف دومی بود که تو مملکت ما اومد، یعنی فوتبال ما رو میتونست متحول بکنه، و وقتی که بازی با روم بود شرط گذاشت که باید حتما بازیکن‌های اصلیشون بیان تو زمین، اگه نیا ما بازی نمی‌کنیم. شما مربیای دیگه، بله همشون بودن، شما الان ببینید مربیای دیگه که اومدن با یک تیم قوی بازی نکردن، ولی اون میخواست ببینه که تو اون ارنج تاکتیکی که میخواد جلوی تیمای سه تا تیمی که تو جام جهانی باش هم گروه هستیم، کیا میتونن جوابگو باشن تو شرایط سخت. بله، که نتیجهش هم گرفتیم، ولی متاسفانه یه مقدار توی مدیریت عجله کردن و میگم آره فکر کنم بعد از همون 7-1 که روم، 7-1 بود درسته، بعد از اون 7-1 که روم آقای ایویچ، در صورتی که بازی دوستانه اصلا نتیجه توش با هم مهم نیست، تیم 60 تا گل بخوره اصلا واقعا چیز مهمی نیست، چون مربی مطمئنن داره یه فکر میکنه، تاکتیکایی رو تو زمین پیاده کنه، داره تمرین میکنه دقیقاً همینجوری. در واقع آقا نادر، شما توی اون دوره خیلی انتظار بود که خیلی بیشتر تعداد بازیکن بیشتری بره لژیونر بشه، برن اروپا بازی کنن، چرا خیلی کم رفت اون دوره؟ چون موقعش مثلا تحریم هم نبود و ایران انقدر اندازه الان میدونم شما هم بعد از جام جهانی خودتون لژیونر شدین، قبلش بود؟ من آخره فوتبالم بود، مال من دیگه چی میگن دیگه، آخره فوتبال بود و وقتی که اومدم 6 ماه بعدش هم فوتبال من رفتم، فقط یه 3 ماهی رفتم قطر، اتفاقا همین باشگاهی که رفتم نادیو قطر اوائل فوتبالم میخواست، ولی به خاطر یه مسائلی، یه قولایی که مسئولین داده بودن و عمل نکردن، ما برگشتیم اومدیم ایران و متاسفانه هیچ هم گیرمون نیومد و فوتبال اونم اصلا مسیرش عوض شد. من قبل از اینکه سوال بعدی از شما بپرسم، از تهیه کننده هم بپرسم، بگم امیرعلی اسمشون رو بگم، بگم میکنی تو هم
حالا نمیگم اگه بعدا به من گفتی من میگم. دیدیم که امروز یه عکسی اومد، یه خبری منتشر شد که علیرضا جهانبخش به عنوان بهترین بازیکن ماه دسامبر از طرف طرفدارای برایتون انتخاب شد و یه پورشه پانومرا بهش دادن به عنوان جایزه. عکسش اصلا همه جا اومد. از اون پرشای آقای رویانیان هم نیست که بعدن برن از بازیکن‌ها بگیرن. زمان شما چطوری بود؟ به خاطر این بله این عکس ماشینی که بهش دادن، به خاطر همون گلی که زد بعد نه بازی چلسی هم برای بازی با بورموث طرفدار انتخابش کردن به عنوان بهترین بازیکن ماه. اینو فقط میخوام بگم که ماشین اصلا هیچ ارزشی نداره. این که بچه‌ای که اخراج شده از باشگاه، حالا نمیدونم چقدر صحت داره اینش، ولی تو لیست فروش بوده دیگه تا این خبرهایی که اومده. اصلا از روی رفت یه مدت هم روی سکو، یعنی از روی 18 نفر اومده. این بازیکن چقدر صبر و تحمل از خودش نشون داد تا اومد دوباره تو بازی و لیاقت خودش رو نشون داد. این قدردانی اصلا ماشین ارزش نداره. دل. شاید بگم صدها برابر این ارزش این ماشین، این کاری که جهان بخش کرد، مخصوصا برای ایرانی ها. بله. طوری میشه که گریلی نکر میاد عذرخواهی میکنه که فقط چرا نتونسته اسمشو درست بگه. آره گفته بود که من 15 بار مثلا سرچ کردم، آخرش هم اسمشو اشتباه نوشتم، همه داشتن راجبی صحبت میکردن اینجا. ولی متاسفانه همین بچه رو سر بازیای مقدماتی، همین بازیایی که الان به بدترین شرایط جلو بردیم، همین بچه رو دعوت نکردن. بله. خب البته یه مقداری افول کرده بود، یه مقداری خودش گفته بود شرایط روحیش خوب نبوده، یه مقداری افت کرده بود. هر بازیکنی خودت بهتر میدونی یه فراز و فرودایی داره، منتها یه بدشانسیایی آورد. البته بیمهری هم بهش شد. بعضیا رو حساب تجربه و سابقه بعضی از مربی‌ها انتخاب میکنن فقط به خاطر اسمشون و به خاطر تجربهشون، ولی بعضیا رو به خاطر اون تو روز بودنشون و بازی کردن با تیماشون. حالا ویلموتس از اون دسته مربیایی بود که همچین تفکری داشت. اگر موافق باشی بریم یه مقداری هم توضیح بدیم. اول شما شروع بکن که راجع به اون فوتبال ورشکسته که اول اشاره کردیم. من یه بار دیگه سوالو بگم، یعنی من شماره رو بگم برای دوستان عزیزمون که میخوان روی خط بیان، چون تلفنامون اونجا تعدادی زیاد میشه. ما بخش بعدی برنامه تلفن خط میگیریم. بله 2044 روی تصویرم میبینن 126 493 2072 میتونن روی خط برنامه بیان. حالا قبل از اینکه به اون موضوعی که شما گفتین برسیم، آقا قاقنادر یه سوال پرتکرار دیگه هم بود من بگم، الان دوستان همه خیالشون راحت بشه که اگه خواستم بپرسن سوالای دیگه مطرح کنم با شما. با آقای ناصر محمد خانی شما چه نسبتی دارین؟ گوت فراگه برادرمه. جدا؟ البته ناصر محمد خانی که فوتبالیسته نه، همون ناصر. خودم برادر دارم به نام ناصر. شما میگی ناصر محمد خانی برادرته، من میگم آره. نه ناصر محمد خانی فوتبالیستی که توی پرسپولیس هم بود. نه ایشون هم برادر داره به نام نادر محمد خانی. یعنی شما با هم نسبتی ندارین؟ هیچ نسبتی ندارین. برادر آره. اسمای مشابه آره. عجیبه. خیلی عجیبه. اینو شاید خیلی از فوتبالیا نمیدونن. مثلا اگه فامیلش احمدی بود خیلی فراگیر بود و مثلا زیاد بود میتونست. ولی بله. محمد خانی فامیل بله محمد خانی نواد فامیلیه که البته ناصر محمد خانی که شما دارین اسمی برین از فوتبالیستای خیلی خوب مملکتمونه. خیلی زحمت کشته برای تیم ملی. از فورواردایی بودش که تمام آسیا وقتی جلوش قرار میگرفتن به لرزه در میومدن. خیلی من شنیدم خیلی زحمت کشید. باش هم بازی بودی؟ باش بازی کردی؟ یه مقدار یه سال چجوری بگم، من از جوانان پرسپولیس اومده بودم بزرگای پرسپولیس. نزدیک یه چکم بخورم از ناصر. از ناصر زد یا نزد؟ یه جا دیریب زد زدمش. من آها. قبل از فوتبال میرفتم قایقرانی. فکر کنی تو سن مثلا 16-17 سالگی بالاتنم خیلی قوی بود، یعنی دور دریاچه آزادی رو من شاید با یه قایق 4 نفره برمیشتم 23-4 دور میزدم. خیلی قوی بود بالاتنم. بعد علی پروین اومد دوامو شد. خب بعد بزرگتر بود احترام اینا اون موقع بیشتر بود. علی پروین اومد گفت چیه یه بچه جلوتو میگیره ناراحت میشی؟
حالا من شنیدم زده، تو میگی حالا نزدیک بود بزنی. من میگم نزده. شما هم میگی نزده. آخه شنیدم زده، حالا ایشون گفت نزده. ما داریم به آخر بخش اول برنامه‌مون نزدیک میشیم، یه استراحت کوتاه می‌خوایم بکنیم برای اما قبلش من بگم، ما چند روز پیش قبل از قرعه کشی مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا یه برنامه مسابقه در واقع گذاشتیم توی اینستاگراممون از طرف برنامه رختکن، که گفتیم به دوستان، گفته بودیم که قرعه کشی رو پیش بینی کنن. 8 تا بازی میشد در واقع، گفته بودیم هر کسی که بیشتر از 6 تا بازی رو درست پیش بینی کنه که کدوم تیم‌ها به هم دیگه می‌خورن، ما جایزه میدیم. یه دوست عزیزی به اسم ساسان، نه ساسان خودمون، یه ساسان دیگه توی ایران، برنده تنها برنده ما بود که 6 تا رو درست حد زده بود و ما گفته بودیم که پیرن تیم محبوبتون رو میدیم به عنوان جایزه. بله پیرنشون اینجا هست، پیرن آقای محمدخانی خواستم براشون، نه شوخی، پیرن مسی رو میخواستن. آماده میشه ما تو چند روز دیگه براشون میفرستیم، حتما میفرستیم خیاره آقا ساسان رو نشون میدیم، هفته دیگه هم میفرستیم حتما. ما چیزی نمیگیم که عمل نکنیم. بخش اول برنامه‌مون تموم شد، یه استراحت خیلی کوتاه میکنیم، با بخش دوم برمیگردیم. تلفن‌های شما رو زیاد زیاد خواهیم گرفت. اونایی که میخوان از این یک بار زندگی نهایت بهره رو ببرن، خوب میدونن که امنیت سرمایه، رفاه، آسایش، درآمد بالا و دسترسی به امکانات مدرن و ارتباط با دنیا با زندگی در دبی، تنها شهر جهان که بیش از 90% جمعیتش خارجی، امکان پذیره. و اونایی که کنارش خونه زندگی برند و لاکچری هم میخوان، داماک رو انتخاب میکنن. این یعنی خیلی بیشتر میدونن. داماک. Live the luxury. مجلس در این کشور وجود داره، آقا آمده یک نهاد غیرقانونی تشکیل داده به نام سران قوا. تا زمانی که این فیلترینگ وجود داره، این انتخابات اصلا انتخابات نیست. واقعا دشوار شده دفاع از جمهوری اسلامی و حتی دفاع از اصلاح طلبان، برای همین میگن آقا جمهوری اسلامی خشن، مخالفاش هم مثل خودشان، در حالی که باید به مردم گفت نه. شما که دیگه میدونید جمهوری اسلامی چیه، شما که دیگه با گوشت و پوست و استخونتون حس کردین. چرا در سرکوب معترضان این رأفت اسلامی رو خواستار نشدی؟ اون موضوعی هم که خب ایران حالا سوریه میشه، مگه ماشر چه فرقی با سوریه داشت؟ روبرو سلام سالوم جان، اینجا همه چیه؟ به دو تا صورت عکس شی فرمود شما دو تا بیایید این فاجعه رو بکن. چی کری؟ خدا لعنت کنم حکومت رو به این رو بزنم. پنجشنبه سالی تاک ساعت 20:30. به بخش دوم برنامه خیلی خوش اومدین. 2044-126-493-2072 میتونین روی خط برنامه بیاین. استثنان امشب شما از ما از آقا نادر شما هر سوالی دارین میتونین بپرسین ایشون مستقیما و به طور زنده، و فکر کنم برای اولین بار در طول تاریخ پاسخ شما رو خواهند داد. من اولین تلفن رو بگیرم که من این کارم تالا انجام ندادم. دوست عزیز روی خط قطع شد، گفتن دوستان دوست بله عزیز روی خط برنامه‌مون هستیم، میشنویم سوالتونو. الو روی خط برنامه‌مون هستیم، لطفا خودتونو معرفی کنیم و ببینین از کجا تماس میگیرین و سوالتون از آقا نادر. من آرش فرزین هستم، قربونت برم. سلام آقای فرزین. بله آقای آرش فرزین، من دیدم چشمای آقا نادر یه جوری قشنگ شناختن. خوب هستیم. خدمت حضرت عالی و آقای نادر محمدخانی گل عرض ادب و سلام دارم، همچنین دوستان خوب برنامه من و تو. ما مخلصیم آقای آرش خان فرزین. من اجازه دارم بیشتر معرفی کنم شما رو؟ آقای آرش فرزین داماد علی آقای پروین هستم، برای دوستانی که شاید با صدا ایشون رو نشناسن. آقا آرش در خدمت شما هستیم، با آقا نادر اگه صحبتی داریم. البته من پسر مرحوم فرزین خواننده‌ام. بله 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 من اینو خودم نمیدونستم. روحشون شاد، روح پدرتون شاد. من با پدرتون یه مسافرت شمال رفتیم با تیم پرسپولیس، با اتوبوس داشتیم میرفتیم،
خیلی اصلا یه خاطره ماندگار شد. منم ازشون خاطره دارم. ان شاءالله که شما فرزند شایسته و خوبی برای پدر بزرگوار و گرامیتون باشی. خیلی ممنون، لطف دارین. با افتخاری که واقعا هر وقت اسم ایشون میاد فقط نکات مثبت از ایشون تعریف میکنم و باعث افتخاره. خب من زیاد وقت برنامه‌تون رو نمیگیرم جناب محمدخانی عزیز و دوستان عزیز، برنامه خوب رخت کردن. درباره تیم ملی صحبت کردین. متاسفانه خب برنامه‌ای که توی ایران به قول معروف نشون داده میشه، یه مقدار همه چی به قول معروف درها بسته است و صحبت‌های اساسی که باید درباره فوتبال ایران بکنن رو نمی‌کنه. و خواهشی که من از شما دارم و از استاد بزرگ آقای محمدخانی که واقعا بیاین شفاف سازی کنین، بیاین واقعا مشکلات فوتبال ما رو عنوان کنین و بگین که مشکل چیه. یعنی واقعا باید تأسف خورد که یکی از بازیکنهای ملی بیاد توی برنامه بگه که ما از این مربی رو خوشمون نمیومد و صلاح میدونستیم که ایشون نمیتونه این پست رو به قول معروف نحوه احسن اجرا بکنه و با جلسه که بعد گذاشتیم به این نتیجه رسیدیم که ایشون باید بره. واقعا باعث تأسفه که توی فوتبال ایران یه همچین اتفاقاتی میفته. من 4 هفته پیش یا 5 هفته پیش بود با کانال یکی از دوستان، حالا اسمشون نمیارم، صحبت کردم و گفتم که بازی ایران عراق بازی سالمی نبود، بازی عادی نبود، چون آقای محمدخانی دیگه بالاخره خودشون میدونن یه بازیکن خوب توی 90 دقیقه یه چیزی حدود 9 تا 9.5 کیلومتر باید میانگین دوندگی اون بازیکن باشه. ولی من به جرات به شما میگم که تو اون بازی 4 الی 5 بازیکن میانگین دوندگیشون زیر 7 کیلومتر بوده. تیم خوب نبود و این خودش نشان دهنده این بود که یه سری اتفاقات داره در آینده میفته. اول اینکه اگه آقای ویلموت بد بوده، این تصمیم بازیکنیست که ایشون بازیکن‌ها بخوان درباره ایشون نظر بدن. این کارو بعد رئیس فدراسیون فوتبال از قبل باید پیگیری میکرده، باید رزومه ایشون رو به قول معروف میدیده و انتخابی کردن، پس انتخاب اشتباهی بود. بعد اینکه بازیکن به خودش بخواد اجازه بده که درباره مربی تیم بخواد صحبت کنه، اصلا این بازیکن در شأنش نیست که بخواد، یعنی اصلا اجازه نداره که بخواد درباره مربی تیم صحبت کنه، اصلا بدترین مربی دنیا. بله واقعا داره یه سری اتفاقات توی فوتبال ما میفته که هیچ کسی درباره صحبت نمیکنه. و دوست دارم آقای محمدخانی یه مقدار بیشتر درباره این اتفاقات بعدی که داره توی ایران اتفاق میفته برای فوتبال بیشتر صحبت کنن. اگر ما واقعا توان پرداخت مالی مربی خارجی یا بازیکن خارجی رو نداریم، مثلا برای چی میاریمش؟ بله موضوع هفته پیشمون بود دقیقاً. ما یه سری مشکلات داریم، فوق نمیتونیم پولاشون رو واریز کنیم. بله. پس چرا میاریمشون؟ بله. اگه مشکل داریم نیاریمشون دیگه. آقای کالدرون استراماچونیه، آقای ویلموت، حالا هر کسی هست. بله. و اینجور هم خواهد شد و مطمئن باشید اینجور هم به سمت و سوی داریم میریم، هم تو زمینه ملی که الان شما صحبت کردین، هم تو زمینه باشگاهی به اون سمت و سو میریم که گفتن که همونجور که خیلی چیزا رو ممنوع کردن تو ورزش تو همین یکی دو روزه که خبرش رو میگیم، این مشکلات مالی هم باعث شده که اینجوری خواهد شد. خیلی خیلی متشکرم که با ما تماس گرفتین، خیلی محبت کردین. مرسی آرش جان. آقای فرزین، چیزی که دارین شما میگین الان 7-8-10 ساله که داره اتفاق میفته. متاسفانه زمانی که اعلام کردن که هر باشگاهی که تسویه حساب نکرده و بازیکنهای ایرانی میتونن نمیذارن توی سال بعد شرکت بکنه اون باشگاه و باید حتما تسویه حساب بکنه و همه رو سرپوش گذاشتن و مشکلاتی که الان برای تیمامون سال گذشته درست شد، 2 تا تیممون محروم شد از پنجره نقل و انتقالات و مشکلاتی که داره هر روز اضافه میشه، اینا فقط مال اینه که آدمای غیر ورزشی اومدن دور و بر ورزش فوتبالمون، اصلا دور و بر ورزشمون. شما از سازمان تربیت دادنی بگیرین تا فدراسیون‌های فوتبال ورزشی دیگه‌مون،
ببینید چه مشکلاتی الان بال والیبالمون، مال شطرنجمون، مال کشتیمون، همه داره یک یکی میاد بیرون که چه آدمایی دارن دور و بر این فدراسیون‌ها یا سازمان تربیت دادنیمون. موقعی که آقای سجادی اومد نمایندگی میخواست بشه رئیس سازمان، نذاشتنش، آدمی که تجربه این کارو واقعا داشت بشه وزیر ورزش، وزیر ورزش بشه، یا کسای دیگه مثل آقای پهلوان یا آقای سجادی که دونده بود و دکترای ورزش داشت، خودش و حمید سجادی میتونست، اینا میتونستن واقعا کمک بکنن. بله. چرا این؟ بله، ما از آقای تاج استفاده کردیم و امثالشون از سرداران دنبال روی، نگاه کنید دنبال روی آقای کفاشیان دیگه. بله. شما 8 سال آقای کفاشیان آخر با چه پرونده ای اومده بیرون؟ الان آقای تاج هم همین مصیبته. اصلا اسم این با یه بازی به قول معروف مد شده بود، اسمش رو گذاشته بودن بازی تاج و کفش، که این کفاشیان و تاج جاشون عوض شد. صحبت تیم ملی شد. شما الان مثلا یه پولی پرسپولیس تو جام باشگاه آسیا گرفته، پول معلوم نیست چی شده، پول تبلیغات دور زمینا چی شده، اصلا هیچ کدوم شفافسازی نمیشه. فقط تنها جایی که میخوان گرفتن از مردم که برای حمایت از تیمتون مثلا به این شماره اس ام اس بدین 90 خورده میلیارد تومان، اونم معلوم نیست. هیچ موقع بیلانشو اصلا ندادن، اصلا معلوم نبود کجا رفته. حالا صحبت تیم ملیه، میدونیم که تیم ملی المپیکمون از همین هفته پنجشنبه این هفته بازیاش برای بله. انتخابی المپیک توکیو شروع میشه. اولین بازیش روز پنجشنبه همین هفته با ازبکستان. یه مصاحبه ما قبلا انجام دادیم با آقای مصطفی عرب، یه بخشیش رو انتخاب کردیم که خیلی میخوره به حال و هوای این روزها و به قول معروف تیم ملی المپیک. اینو خیلی تیم ملی المپیک هم این روزهای فوتبال، دقیقاً روزهای ایران، مصاحبه دیروز گرفته شده همین روزهای ایران. خیلی جالبه اینو ببینیم. خیلی کوتاه برمیگردیم راجع بهش صحبت می‌کنیم. تلفن‌های شما رو خواهیم داشت. شکوفایی فوتبال ایران در بازی‌های مقدماتی المپیک 1964 توکیو آغاز شد. یک نقطه عطفی شد بازی ایران اسرائیل در اون دوره از مسابقات. انگیزه من بازگشت به ایرانه، امید من بازگشت به ایرانه. شکوفایی فوتبال ایران در بازی‌های مقدماتی المپیک 1964 توکیو آغاز شد. پس از اینکه تیم ایران از مقدماتی آسیایی بازگشت، یه بازی نداشت تا مقدماتی المپیک 1964. در اون سالها، در اون موقع فقط یک تیم از آسیا میتونست در مسابقات المپیک شرکت کنه، مثل الان نبود که چند تیم باشه. و سه دوره قبل المپیک و تیم هندوستان به عنوان نماینده آسیا در مسابقات شرکت کرده بود و در اون مسابقات گروه بندی شد. اولین بازی تیم ایران با تیم پاکستان بازی داشت که در تهران 4-1 برنده شدیم، در پاکستان 1-1 بازنده، در مجنون 4-2 برنده شدیم. بعد حریف بعدی ما عراق بود، در تهران 4-0 شکستشون دادیم، در بغداد 0-0 مساوی کردیم، 4-0 تیم عراق هم کنار گذاشتیم و بازی نهایی برای رفتن تیم یک تیم از آسیا به بازی‌های المپیک 1964 بین ایران بود و هندوستان، که اون هم دیگه که خدمتتون گفتم آغاز شکوفایی و آغاز فوتبال ایران شد که الان به اینجا رسیدیم. از اونجا بود که در تهران تیم هندوستان رو با نتیجه 3-0 شکست دادیم و در کلکته در بازی برگشت 3-1 که در مجموع 6-1 ایران پیروز شد و به مسابقات المپیک 1964 تیم ایران راهی شد و این بهترین نتیجه بود به نظر من که تیم ایران گرفته بود حتی برای سالها بعد. پیامی که من برای جوانام دارم، برای جوانای وطن دارم، پیام ورزشی نیست، یک پیام ملیه. پیامم برای جوانان این است که مملکت متعلق به شماست، مملکت مال شماست، مملکت آینده شماست. میبایستی که خودتون رو از هر جهت، از لحاظ جسمی، از لحاظ فکری،
آماده نگه دارید، قوی نگه دارید برای فردای بزرگ ایران. ایران مال ایرانیه، ایران مال نژاد آریاییه، ایران مال فرزندان کوروشه، ایران مال فرزندان داریوشه. احترام بذارین به تمام سرمایه های ملیتون، احترام بذارید به تاریخ پر افتخارتون، احترام بذارین به کسانی که برای مملکتون زحمت کشیدن، احترام بذارین به کسانی که فرهنگ پر افتخار ایرانو ساختن، احترام بذارین به قشنگی، احترام بذارین به زیبایی، احترام بذارین به گل، احترام بذارین به آب. از بدی ها دوری کنین، سالم باشین، سلامت باشین. چون سالم باشید افکارتون سالم خواهد شد و دیر یا زود به خواسته های بزرگتون خواهید رسید و بزرگترین خواسته همه ما ایرانی ها آزادیه، آزادی ایران. من مصطفی عرب هستم، سرباز، و افتخار دارم که سرباز باشم، سربازی که در خدمت وطن باشه. پاینده ایران. بله، ازبکستان، کره جنوبی و چین حریفان تیم ملی امید در مقدماتی المپیک هستن. آقا نادر، چقدر فکر میکنین ما احتمال داره به المپیک بریم؟ امیدوارم که بریم. نمیخوام اصلا از اینکه اگه اینجوری بشه، اگه اونجوری بشه. همه میدونن که الان تو چه شرایطی تیم امید. نه بازی تدارکاتی خوبی داشته، نه اردوی مناسبی داشته، نه فضای مناسبی در اطرافش بوده، چه مثلا حمایت سازمان تربیت دادنی است، حمایت دولتی پشتش، حمایت مردم تو اندازه‌ای، یه خودمون اختلافه که قبلش مربی جلوتر برداشتن. شما نگاه کنید این تیم از سر از محمد خاکپور که مربی شد و رفت غرب آسیا قهرمان شد، باید اون تیم ادامه پیدا میکرد، ولی متاسفانه شرط و شروطی برای محمد خاکپور گذاشتن که هر آدم با وجدانی باشه میره کنار. میتونین بگین چی؟ برای شرط گذاشتن که نباید علیه مصاحبه تو کمبودا نباید بری مصاحبه کنی. بعد پول هیچی بهش ندادن، پاداش به تیم ندادن. مگه میشه آخه هم چیزی؟ شو اینا آینده های فوتبال مملکتن، چرا نباید هزینه بکنی؟ هزینه نمیدونم آخه. بله، به قول آقای غریب فوتبال ورشکسته. بله، حمید سیلی همونجوری که باز نادر اشاره کرد به محمد خاکپوری، دوقلو بودن این زمان، دوقلوهای پرسپولیس و تیم ملی یادش بخیر، تو تیم بهمنم بودن. ببین حمید سیلی یه کار خوبی که کرد با توجه به این تنگناهایی که نادر اشاره کرد الان، خب همینجوری بوده دیگه، اینا فقط رفتن اردوی قطر، اینم قطر به خاطر اینکه روابط سیاسیش با ایران خوبه. بله. یه کمپ اونجا دارن، هر کی قش میکنه میبرنش اونجا، جای دیگه نه، اونا پول نمیگیرن، یا مینویسن به حساب رو یخ بنویس بعد بدیم. حمید سیلی کار خوبی کرد به خاطر تطابق فیزیک بدن بازیکن‌ها و تطابق آب و هوایی و ساعتی و تایمی، تیمو یه هفته زودتر برد بانکوک، شهر سونگلای میزبان بازی‌ها. بچه ها آخرین مسابقه که کردم من شنیدم همشون راضی بودن. این تطابق آب و هوایی ظرف سه روز تقریبا به روز شده. من به این تیم حمید ایمان دارم، یکی از سه چهار تا از بازیکن‌های خیلی خوب فوتبال ایران توش دارن توپ میزنن. اگر همه چی بر وفق مراد پیش بیره و بعد شانسی نیاری، من میگم هرچند که این حریفایی که اشاره کردی شایان، هم ازبکستان هم چین هم کره جنوبی، هر سه تا مدعی صعودن. تیم ما آخرین بار فوتبال ما 1976 در المپیک بود. اصلا خیلی ما خیلی از فوتبالی ها در آرزوشونی که این فوتبالر یه دفعه دیگه تو المپیک ببینن. یکی از موفقیت های بزرگ فوتبالی کشور که برمیگرده به فدراسیون، همین شرکت تیمش در المپیک. برمیگردیم به فوتبال ورشکسته. الان بدترین موقعیت من از سال 1366 آقای پهلوان رئیس فدراسیون فوتبال بود، اولین مصاحبه رسمی من با ایشون بود که بعد از ایشون ناصر نوآموز اومد یادش بخیر، آقای صفی‌زاده، آقای عابدینی، آقای داریوش خان مصطفی، همینجوری اون یادداشت کردم به ترتیب صفایی فراهانی دات‌کان، و بعدم رسیدیم به علی کفاشیان و تاجی که رفت روی تخت بیمارستان و قلبش هم گرفت و امیدواریم که سلامت باشه. ولی فوتبال به روز سیاه نشسته. فوتبال 1.5 میلیون دلار پاداش، الان از مجلس خبر اومده که اون پرونده
فساد فوتبال که رفته مجلس از به قول خون خبرگزاری‌های داخلی یک برگش 1.5 میلیون دلار پول گم شده است. تیم ملی همونجور که تو بخش قبل اشاره کردم سرمربی نداره. برای تیمی که باید کمتر از سه ماه دیگه تو مصاب تو دور برگشت انتخابی جام جهانی تو این شرایطی که عراق و بحرین بالا سر تیم ما هستن بره و بزنه با اون تیمای باید ببره که سرنوشت جس خودش باشه که حتما صعود کنه به جام جهانی، الان نه سرمربی داره نه رئیس داره، رئیس موقت داره، کلی مسائل و مشکلات داره. من فکر میکنم که هرچه زودتر این تیم ملی باید مربی داشته باشه. گفتین که همه تیما میرن قطر برای اردو، پرسپولیس هم اردو قرار بود قطر داشته باشه که امروز رسما لغو شد به خاطر اینکه سازمان بازرسی کشور کلن اردوی تیمای لیگ برتری خارج از کشور ممنوع کرده به خاطر مدیریت منابع ارضی. یعنی ما دیگه کم کم داریم هی یواش یواش این حلقمون تنگتر میشه، مربیای خارجی دارن میرن، الان بازیکنان خارجی هم مثلا دیاباته و میلیچ و بشار رسن و اینا خیلی برگشتشون خیلی مشخص نیست به خاطر اینکه همه مسائل حقوقیه و کم کم داریم برمیگردیم فوتبال ملی داشته باشیم. فوتبال برشی برشکسته، اون یادت سه هفته پیش اون بود زیرزمین زوباهن، مسابقه مطبوعاتی زوباهن، نادر جان برای شما داریم میگیم که نبودی تو اون برنامه، مسابقه زوباهن مسابقه مطبوعاتی تو زیرزمین آبدارخانه یکی از ورزشگاه‌ها، این دو هفته پیش بود که تیم، ده روز پیش بود که تیم استیلی قطر بود، شام دادن یا نهار دادن، بازیکن‌ها اونجوری نشستن روی زمین. این فوتبال ورشکسته است و این هم کلیه فروشی هواداران تیم سپیدرود. تیم سپیدرود رشت یکی از تیماییه که وضع مالیش، یعنی وضع مالی بیشتر تیم‌ها خرابه، اما دست به یه ابتکاری زدن به صورت نمادین. حالا شاید هم یه نفر واقعا بخواد بفروشه. هوادارای این تیم گفتن ما به خاطر اینکه کمک به تیممون می‌کنیم حاضریم کلیه‌مون رو بفروشیم. این فوتبال ورشکسته است به نظر من، قابل قیاس نیست. مطمئناً حرکت نمادینه. من بگم ما شمارمون عوض شد در همین الان توی چند دقیقه گذشته، من شماره جدیدو میگم، دوستان با این شماره میتونن روی خطمون بیان، 2044 127 538 2044 2043. من دوباره آخر دوباره گفتم 2044 127 538 2043. میتونن روی خط برنامه‌مون بیان. بخش دوم برنامه هم کم کم داره تموم میشه، ما یه استراحت خیلی کوتاه میکنیم، با بخش بعدی برمیگردیم، راجع به میترا حجازی پور صحبت میکنیم، شطرنج همون میترا حجازی پور شطرنج صحبت میکنیم، راجع به فراد مجیدی و کالدرون هم بیشتر صحبت میکنیم، همتون با شما خیلی کوتاه خیلی زود برمیگردیم. چه زود گذشت. در تکرار منتوپلاس دوشنبه، اعلام برندگان جوایز گلدن گلوب و حواشی این مراسم. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. موزیک ویدیو جدید بیژن مرتضوی. هدیه لاکچری باشگاه برایتون برای علیرضا جهانبخش. وایرالی ترین ویدیوهای هفته. و سومین قسمت گزارش ویژه شبنم در نیویورک. واسه من خیلی امپورتنت هستش که دیزاینرهای هموطنم رو سپورت کنم. مهمان برنامه شهرزاد پورعبدالله. تکرار منوتو پلاس یک بامداد. ویدیوی برنامه در وبسایت و اپ منوتو. Herkese merhabalar, ben İlyas Yalçıntaş. Sizlere Türkiye'nin en güvenilir inşaat firması olan Babacan Holding'in birbirinden güzel iki farklı projesinden bahsetmek istiyorum. Babacan Premium. Projeyi ki bu انتخاب آن سطر رفاه و زندگی در زیباترین شهر دنیا ارتقا می‌یابد. پروژه باباجان پریمیوم با دارا بودن مدرسه خصوصی، فضای سبز، دریاچه‌های مصنوعی، واحدهایی با منظره دریا، امکانات وسیع رفاهی و تفریحی در مرکز شهر به صورت 24 ساعته، یک زندگی دلپذیر را به شما ارائه می‌دهد. سیز شهرین مرکزی tatil köyü konforunda bir yaşam sunuyor. Babacan Port Royal, İstanbul'un en değerli bölgesinde, şehrin ulaşım merkezinde çok iddialı bir proje. روبروی بزرگترین مرکز نمایشگاهی ترکیه و پارک شهر با امکانات فوق‌العاده تفریحی و رفاهی، استخر سرپوشیده، دارای فضای سبز بسیار وسیع و برنده جایزه معماری. بهره‌مندی از سیستم‌های هوشمند و با شرایط یک زندگی ایده‌آل در دل طبیعت منتظر شماست. باباجان هلدینگ‌ین bu eşsiz projelerinde yer almak ve avantajlı fiyatlarla yılın son fırsatını kaçırmamak için acele edin. ما اصلا نمیتونیم شبکه شما رو ببینیم. ما میخواییم شب جمعه ببینیم ولی اصلا نمیتونیم ببینیم چون پارازیت خیلی زیاده. نه اخبار، نه فیلم، نه گزارشات. دلمون به همه خوش بودونه و از همون گرفتن.
رسمن ما رو از همه چی محروم کردم. اینم وضعیت پارازیتا توی ماهو رو. این گزارش رو میفرستم برای شبکه یه خوبه من رو. تشکر از شبکه خوبه من. این گزارش رو میگیرم برای گزارش کردم. آخرین بخش رخکن امشب رو میبینیم. من شماره جدیدمون رو بگم 2044-127-538-2043. دوستان توی ایران زحمت کشیدن تلفن ما رو مسدود کردن، ولی خب من خواهش میکنم که خیلی خودتون خسته نکنید. ما اینجا 60 تلفن داریم که خیلی عوض کردنش راحته. اینو اینجوری میکنیم اونجوری میکنیم تلفن جدید شمارهش میاد بالا. خیلی خسته نکنید خودتون رو. خط بگیریم دوست عزیزمون ببینیم. دوست عزیز روی خط برنامه هستین، لطفا خودتون رو معرفی کنیم و میشنویم صحبتتون رو با آقای ناصر نادر محمد خانی. ببخشید. سلام عرض میکنم خدمت بهترین دفاع تیم ملی تاریخ ایران به نظر من آقای ناصر محمد خانی. من مهران هستم. مهران عزیز سلام. آقا این شما و آقای ناصر محمد خانی. سلام آقا مهران. بعد بخواستم یه سوال حاشیه‌ای بپرسم از آقای محمد خانی. چرا بکنم از استقلال پیشنهاد داشتن نیومدن استقلال؟ نیومدن استقلال یعنی نه استقلالی آقا مهران. نیومدن آقا مهران. الو سلام عرض میکنم. الو درگارد. منم به شما تبریک میگم به خاطر انتخاب فرهاد مجیدی. این که من نیومدم قبلا اینا، من یه خصوصیت اخلاقی دارم، وقتی که به یه جا وفادار شدی باید تا آخرش با همونجا باشی. اینی که بیای یه مدت اینور من دوست ندارم واقعیتش. پیشنهاد داشتین واقعا؟ نه اینکه بگم ناراحت میشم، شاید بعضیا نظرشون این باشه که همون تیم بازی کنن هم تیم دیگه ای بازی بکنن، ولی من دوست نداشتم که چون این دو تا تیم توی میای پرطرفدار مملکتمون بودن، وقتی که تو یکی از اینا بازی میکنی دوست نداشتم تو تیم رقیبش برم. اگه استقلالم بودم هیچ وقت پرسپولیس نمی اومدم. یعنی کلا پیشنهاد داشتید اون بره از زمان؟ داشتم آره. مرسی مهران. اگه سوال دیگه‌ای نداری من فرصت در اختیار بقیه دوستان بذارم. کوچیکم داشتم یه سوال دیگه از آقای محمد خانی داشتم. می‌خواستم ببینم من بهترین افکت پای تاریخ تیم ملی به نظر ایشون کیه؟ مشخصه دیگه، خدا رحمتش کنه، سیروس قایقران. مرسی مهران عزیز که روی خط برنامه‌مون اومدی. بریم خط بعدی رو بگیریم. روح شاد واقعا. دوست عزیز روی خط برنامه هستین، لطفا خودتون رو معرفی کنید. صدای تلویزیون رو تونم خواهش میکنم کم کنید، یعنی قطع کنید کلا صدای تلویزیون رو، از سوی تلفن ما صحبت کنید میشنوید. الو سلام. سلام. الو سلام. سلام دوست عزیز. ما چون به خاطر اون بخش دیلی ما خیلی صحبت نمیکنیم، تریبون رو در اختیار خودتون میذارم. بفرمایید. سلام قربان، خسته نباشید. سلام از ماست، بفرمایید. من حسن، آقا من حسن اسمیلی هم، همبازی آقای نادر محمدخانی تو تیم پیام با هم بودیم سال 66-67. بله بفرمایید، خسته نباشید. سلام عرض میکنم. آقا نادر که من سلام از ما، من الان آقای محمدخانی که دیدم شماره گرفتم با ایشون همبازی بودیم، میخواستم یه عرض ادبی داشته باشم خدمت ایشون. بعد بله. بگم که آقا سالیان گذشته بازیکنهای سابق و نمیدونم همه اینا رو که شما در نظر بگیرید اصلا با الان زمین تا آسمون فرق کرده. خب همین که باعث شده که الان فوتبالمون هم افت بکنه، وقتی که آقا پولایی که الان دارن خرج میشه، این تشکیلاتی که داره انجام میشه، این همه هزینه نمیشه، هزینه سر جای خودش نمیشه. متاسفانه تمام شما ببینید هیئت‌های استانا الان رئیس فدراسیون کدومشون سررشته فوتبال دارن؟ کدومشون تو مثلا همین اومدن مثلا میگه آقای کفاشان گفته با گل کوچیک بازی میکردم، خسته نباشن. متاسفانه ما آقای حسن آقا تلفن یا کسای دیگر شما رو ببینین که مثلا خیلی اصلا تو ورزش نبودن، رشته تحصیلیشون هم یه چیز دیگه است، ولی متاسفانه اومدن در کنار ورزش خودشون رو ورزشی به حساب آوردن و فوتبال و ورزش ما رو به این روز انداختن. من گفتم حسن تلفنشون قطع شد، ما خط بعدی رو بگیریم. دوست عزیز روی خط برنامه هستین، نظر تو سوالتون رو میشنویم از آقا نادر عزیز. الو بفرمایید جان.
درود بر شما. درود بر شما. خودتون معرفی میکنین لطفا. درود بر شما. من کاظم منصوری هستم از فرانکفورت آلمان. آقای کاظم. تا قبل از 1916 که بیام فرانکفورت سرپرست تیم پیشکسوتم تیم ملوان بندر انزلی بودم. 1916 فرمودین؟ 96. 96. و فرمودین سرپرست ملوان بودم. سرپرست پیش کسوتان تیم ملوان انزلی. بله. بله. و از ادب میکنم خدمت جناب آقای غریب، مخلصم قربان، نادرخان محمدخانی و مجری خوب برنامه رخت کرد. خیلی مخلص. من خوشحالم که امروز نادرخان رو بسیار جبراغ و مثل همیشه یک دفاع محکم میبینم همچنان و با صحبتهای محکم و بسیار متین ایشون. نادرخان، من بازی های شما را از نزدیک در تیم ملی یا از انجدیه و آزادی و در بندر پهلوی از نزدیک بازی شما را دیدم. خودم اگر من اسم من را نشنیدیم به عنوان بازیکن ملوان، به شما بگم که به عنوان یک هوادار سرپرست پیشکسوتان ملوان شدم. پس همینجا هم از ادب میکنم قمل برمنخان سالنیا، غفور جهانی، نصرت ایران دوست و حاج محمود پیشگاه خادیان و بزرگای ملوان. من سه تا سوال بسیار خلاصه بار از شما دارم نادر خان. بفرم. ملوان رو در آن زمان و الان چگونه میبینید؟ چه خاطره از سیروس که همین الان نامش رو بردی داری؟ و اینکه جایگاه ملوان آیا اینجایی هست که شما در حال حاضر میبینید یا نه؟ مرسی آقا کاظم، من شما رو قطع میکنم و از طریق تلویزیون میتونین جواب آقا نادر رو گوش کنم. مرسی که روی خط برنامه من اومدین. مرسی. واقعا جایگاه ملوان الان این شرایطی که الان به وجود آوردن نیستش متاسفانه، با تغییرات مدیریت و اینکه هی پاس میدن به شهرداری، شهرداری برمیگرده به نیروی دریایی و تکلیف این تیم رو مشخص نمی کنن و شما ببینین که با تیم پاس چیکار کردن، با تیمایی که سازنده بودن الان دارن چه روزگاری برای شما وجود آوردن. تیم دارایی بوده، تیم راهن بوده، تیم ملوان بوده، اینا اصلا همون بهمنی که ما عکسش دیدیم الان کجاست؟ بهمن خیلی بازیکن ساز بود. متاسفانه میگم شرایطی به وجود آوردن که صاحباشو فراری دادن. اصلا مشخص نیست که الان مدیر عاملش کیه، اصلا تو چه جایگاهی میخواد قرار بگیره، چون ملوان یکی از ستون اصلی جام حذفی بود. یعنی هر وقت فینال جام حذفی بود ملوان یه پای این یکی از تیم‌ها ملوان بود و امیدوارم که مسئولین یه مقدار بیشتر رسیدگی بکنن، چون خیلی محبوبه در شمال و از تیمایی که خدا رحمت کنه سیریوس قایقران هم براش بازی میکرد و با دل جون بازی میکرد. سیریوس به این اندازه که جونشو گذاشت. آخرین باری که رفت داشت میرفت شمال، خونه و زندگی رو تهران فروخت با پسرش بود. رفت شمال، فقط عید میخواست برگرده بیاد پولشو بگیره برگرده بره، میخواست بره به بچه های شمال خدمت بکنه. بده بده چون نمیتونم واقعا. من خط بعدی رو بگیرم یه ذره حال و هوا تغییر کنه. روح شاد واقعا. دوست عزیز روی خط برنامه هستین، لطفا خودتون رو معرفی کنیم و میشنویم سوال شما رو. سلام علیکم، خسته نباشید. سلام، وقتتون بخیر. من هادی هستم، از مشهد مزاحمتون میشم. آقای هادی بفرمایید. از مشهد. مرسی. من عرض ادب و احترام دارم خدمت آقای محمدخانی. میخواستم ازشون سوال کنم که آخر فوتبال ما چی میشه با این مربی ها و با این دیگه خودتون میدونین رئیس فدراسیون و این چی جوری میبینن؟ اصلا ما الان رئیس فدراسیون که نداریم، خیلی تیمامون هم مربی ندارن، بازیکنامون هم نیستن. نه این شرایطی که الان هست چی میشه به نظر ایشون؟ باز ایشون بهتره، هم با قول مرحوم کارشناس اینا میخوام ببینم چی میشه ما
به نظر ایشون آیا ما میرسیم باز دو مرتبه به جام جهانی یا نه این دفعه چجوری میشه با اینکه ما دیگه الان از سرمربی داریم هیچی به قول معروف چجوری بهتون بگم کار تیم ملی ما هیچی رو روال نیست الان چی میبینن آخر سر چجوری میبینن ایشون نیاکنین الان کسایی که در فدراسیون فوتبال هستن الان نشستن فکر کردن ویلموس رو آوردن که الان این شرایط رو به وجود آوردن اگه بخوام بیشتر از این فکر کنم من فکر کنم که سقوط هم بکنیم مثلا گروه اون بالا هم نریم من پیشنهادم اینه که بهتره برن خونه هاشون بشینن فوتبال رو بسپرن دست فوتبالی ها اگه برن همه حل میشه من خودم الان اینجا تک و تنها تیم دارم سیت بازیکن دارم هم براشون دارم مدیریت میکنم هم اسپانسر میگیرم هم تو مسابقات شرکت میکنیم تمام شرایط فرهنگی هم برای بچه ها فراهم کردیم که بچه ها سرگرم باشن کنار خانواده باشن حتی با هم باشیم چرا نمیتونن وقتی که همه جور بودجه در اختیارشونه چرا نمیتونن کمک بکنن اصلا بلد نیستن این کار رو انجام بدن اگه میخوان سالم بمونن مثل آقای تاج سکته علکی نکنن بهتره که برن کنار بسپرن دست فوتبالی این قضیه که آقای محمد خانی گفتین شما که راجع به تیمتون و اینا ما نمیخواستیم لو بدیم ولی الان میگیم که به زودی ما از تمام چیزایی که آقا نادر الان گفتن کلی فیلم میگیریم از روند تیمشون و چه اتفاقایی داره میفته و به زودی همه اینا رو خواهیم داشت من خط بعدی رو اگه دوستان من بگن کدومه من اون خط بعدی رو خط 10 قبل از اون بیا دیگه شماره رو بگم 2044-127-538-2043 فکر کنم تلفن‌های آخرمون اصلا نباید میگفتم شماره همونم دوست عزیز روی خط برنامه همون هستیم میشنویم خودتون لطفا معرفی کنین و سوالی اگر دارید سلام روی خط برنامه هستین صداتون رو چندین میلیون نفر الان میشنوه سلام سلام علیکم بفرمایید ببخشید به نظر شما رفتن آقای کیروش کار صحیحی بود ما قطع میکنیم دوست عزیز و جواب آقا نادر میگن سوالشون این بود که رفتن آقای کیروش کار درستی بوده نیاکا هر کسی یه عقیده داره من از اینکه آقای کیروش رفته نه اینکه خوشحال باشم خیلی سطح فنیش بالا بود ولی متاسفانه ما کسایی که گذاشتیم با آقای کیروش کار بکنن در سطح آقای کیروش نبودن و آقای کیروش رو به بیراهه بردن و باعث فقط جو منفی در فوتبالمون شد چقدر کوتاه و کمپکت و چقدر آره کوچولو گفت و ولی همه چی توش بود شما خواهش میکنم بیاین راجع به همین مسئله حرف بزنی خب آقا چی داریم شطرنج میرسیم شطرنج هم بگیم آقا شطرنج هم بله خب میخوای یه تلفن دیگه یه تلفن بگی بعد شطرنج بگیم آخر خط رو بگیریم بعد بریم یه تلفن بگیر دوست عزیز روی خط برنامه هستین لطفا خودتون رو معرفی کنین سوالتون هم بگیم بعد من قطع میکنم شما رو آقا نادر جواب میده سلام علیکم عزیز جان خسته نباشید حامدم از تهران تماس میگیرم خدمتتون حامد عزیز لطفا سوالتون رو بپرسید من قطع میکنم بعد آقا نادر جواب میده متشکر از آقای محمدخانی که اول سلام و عرض ادب دارم خدمتون سوالم این بود که وقتی که مسئولین فوتبال ما رئیس فدراسیون ما غیر فوتبالیه میاد مدیریت فوتبال رو دست میگیره و چون نمیتونه خیلی راحت به عنوان مریضی از زیر کار در میده و این فوتبال رو بی سر سامون نگه میده تو همین وضعیتی که هست می‌خواستم آقای محمدخانی در مورد این قضیه صحبت بکنن مرسی متشکرم مرسی ممنون از سوالی که کردید نیا کنین آقای کفاشیان آقای تاج اینا بازنشستن بازنشسته‌ای که تجربه داشته باشه میتونه کار بکنه اینا اصلا مال ورزش هستن نه مال کار دیگه تمام این کارهایی هم که دارن میکنن بیمارستان اینا همه کلکه به خاطر کارهایی که افتضاحی که به وجود آوردن دارن این کارها رو میکنن که خیلی مثلا محتاطانه مثلا خیلی با مسلحت‌آمیز برن کنار بله مرسی من فکر کنم یه فدراسیون باید بزنم فدراسیون بالا بلندی بعد این دوستان مثلا برن اونجا ریاست کنن شطرنج من میخواستم آخرش رو برسم به این مسئله آیوسی پرونده
پرونده ورزش ایران رو میز آیوسی جودو و شطرنج و فوتبال بیمار باعث شده که احتمالاً تحت تعلیق قرار بگیره کل ورزش ایران. بله، مرسی که تا این لحظه همراهمون بودین. هفته بعد هم بیشتر راجع به صحبت میکنیم. آقا نادر هم خواهیم داشت هفته بعد تو برنامه‌مون. من اینجا سعی می‌کنم قول ازشون بگیرم. مرسی که بیننده‌مون بودین. ببخشید که نتونستیم همه شما رو جواب بدیم و تا هفته دیگه شب و روزتون خوش. خداحافظ. شب خوبی داشته باشید. شارلوت گلندام معظمی هستم، طراح لباس و مؤسس برند Above the Clouds در جزیره بالی. به یک روز در زندگی من خوش آمدید. پنج شنبه به زندگی من خوش آمدید. شارلوت گلندام معظمی، ساعت 18:30. نتونستین برنامه مورد علاقتون رو